26 آذر سالگرد اعتصاب غذای 108 روزه مجاهدان در لیبرتی و اشرف نشانها در کشورهای مختلف جهان. حکم دادگاه اسپانیا و اعلام پایان اعتصاب غذای جهانی از سوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت. شخصیت‌های ارجمندی که از کشورهای مختلف، از ایتالیا، فرانسه، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی برای همبستگی با مردم و مقاومت ایران به این گرد همایی پیوستید، به همه شما درود می‌فرستم و خوش آمد می‌گم. هموطنان، یاران مقاومت، مجاهدان و اشرف نشانها، سلام و درود بر همه شما. خوشحالم که در چنین روزی با شما صحبت میکنم، روزی که میشنویم باز هم عدالت در کنار مقاومت برای آزادی قرار گرفته است. روزی که عدالت به جوشش خون شهیدان و رنج و پیکار اعتصاب قضا کنندگان پاسخ شایسته‌ای داده است و روز پیروزی و سرفرازی اعتصابگران که رنج و درد و گرسنگی را مغلوب اراده و ایمان فروزان خود کرده اند. درود بر همه شما و همه آنها. پایداری بزرگ رسیده اید و امروز روز پیروزی شماست. آخوندها
توسط دولت دستنشانده خود در عراق 52 قهرمان اشرفی را به شهادت رساندند. این تصاویر 52 قهرمانی است که به دست مزدوران مالکی و به فرمان خامنه‌ای به شهادت رسیدند. سپس خواستند با انکار و شانتاج آن را از نظرها پنهان کنند. حالا جهان گواهی می کند که شما نقشه دشمن را به کلی به هم زدید. افتخار بر شما که قطره قطره خون شهیدان اشرف را زنده کردید، نیروی وجدان و عدالت را برانگیختید، خلقی را دلگرم و امیدوار کردید و راه و رسم تازه‌ای در پایداری بنا کردید. درود بر همه شما. اسپانیا مشاور امنیتی نخست وزیر عراق و مسئول کمیته سرکوب اشرف را به اتهام جنایت علیه جامعه بین المللی در برابر عدالت قرار داده است. پس تمام آنچه جانیان و دجالان برای انکار جنایت به هم می‌بافتند نقش بر آب شد. خواهران و برادران عزیزم، شما فاتح شدید، زیرا وقتی که عالمی در سکوت فرو رفته بود شما با جانهایتان فریاد کشیدید. شما فاتح شدید زیرا به قول مسعود شعله های شرف و مقاومت یک خلق در زنجیر را نمایندگی می کنید. آری، صدای شما برای همیشه در تاریخ مقاومت برای آزادی در ایران به گوش می رسد. شما که هر روز گفته و میگویید ایستاده ایم تا پایان. من بارها با ارسال پیام یا گفتگوی تلفنی یا از طریق مسئولان تلاش کردم اعتصابیونی که در شرایط وخیم جسمی به سر میبرند رو قانع کنم که از اعتصاب خارج شدند، اما آنها متوقف نشدند و حتی بسیاری کارشان به بیمارستان کشید. در 87مین روز من از همه اعتصابیون در همه جا درخواست کردم با توجه به ورود داوطلبان جدید به اعتصابشون خاتمه بدن. متاسفانه به طور کامل موفق نشدم. باز در 92مین روز مجدداً درخواست خود رو تکرار کردم، اما اونها به من گفتند که ادامه میدهند تا آمریکا و سازمان ملل سکوت خود را بشکنند و یا دادگاه های بین المللی به قضاوت برخیزند. آری، شما کهکشان اشرف را با جانهای خود در همه جا گسترش دادید و همونطور که مسعود گفته بود اشرف‌های دیگر ساختید. با قلب و روح و تمامی عاطفه و احساستان، با تک تک سلول‌هایتان، از استرالیا تا اتاوا، از اسکاندیناوی تا ژنو و برلین و از روم و لندن و واشنگتن تا لیبرتی، پس درود بر تک تک شما. یکایک شما و درس درخشانی که از مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و جنایت بر جا گذاشتید. این مقاومت و پایداری به عنوان یکی از صفحات زرین تاریخ ایران باقی خواهد ماند و الگویی برای همه نسل‌ها خواهد شد. برادر
عزیزم. خدا را صدها هزار بار شکر میکنم که همه شما را حفظ کرد، هرچند که بارها با خطر جدی مواجه شدید و برای طی کردن این مسیر تا آخرین قطره حیات سوگند خوردید و یک پایداری بی‌نظیر را در تاریخ رقم زدید. به اتکای همین پایداری ها دوباره و صد باره خطاب به دشمنان مردم ایران میگوییم میتوان مجاهدان و مبارزان را کشت، میتوان با دست های بسته یا روی تخت های بیمارستان به سرهایشان تیر خلاص زد، میتوان یاران و همرزمانشان در داخل ایران را به چوبه های دار و یا تخت های شکنجه بست، میتوان معلم و راهبر آنها را به تازیانه تهمت و افترا بست و میتوان جای جلاد و قربانی را عوض کرد، اما هرگز نخواهید توانست از عدالت و حسابرسی فرار کنید، هرگز نخواهید توانست و نمیتوانید نیروی وجدان و عدالت را از بین ببرید و هرگز نخواهید توانست مانع پیروزی آزادی شوید. همچنین به جبهه رژیم ولایت فقیه و ریزه خوارانش باید گفت هرچه میخواهید مقاومت و تسلیم ناپذیری را به سخره بگیرید، ولی برای ما بیداری وجدان ها کافی است. برای ما به میدان آمدن نیروی عدالت کافی است. برای ما شور و برانگیختگی جوانان و اشرف نشان ها در سراسر ایران و همچنین موج حمایت و همبستگی زندانیان سیاسی کافی است. به قول زنده یاد شاملو، سنگ های زندانم را به دوش می کشم به سان فرزند مریم که صلیبش را، و نه به سان شما که دسته شلاق دشخیمتان را می تراشید از استخوان برادرتان و رشته تازیانه جلادتان را می بافید از گیسوان خواهرتان و نگین به دسته شلاق خودکامگان می نشانید از دندانهای شکسته پدرتان. عزیز، همان سیاستی که آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد را در برابر بمب‌سازی آخوندها به بی‌عملی کشانده، نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران نیز به فراموشی سپرده و تعهدات و وظیفه قانونی درباره اشرف و لیبرتی را زیر پا گذاشته است. در چنین وضعیتی اگر ایستادگی و کارزار پیگیر شما نبود، فجایع بسیار بیشتری در اشرف و لیبرتی به بار آورده بودند. هفته گذشته گروه کار ناپدید شدگان اجباری و همچنین گروه کار بازداشت های خودسرانه ملل متحد و 4 گزارشگر ویژه ملل متحد از حکومت عراق خواستند محل نگهداری 7 گروگان روبوده شده از اشرف را مشخص کنند. قبل از این هم عفو بین الملل و سازمان جهانی ضد شکنجه همین خواسته را اعلام کرده بودند. پس این چه سیاست شومی است که با زیر پا گذاشتن حقایق می‌خواهد دست قاتلان و مجرمان اصلی یعنی مالکی و خامنه ای را بشوید؟ این سیاست بزدلانه موتور یک جنایت بزرگتر را روشن می‌کند. به همین خاطر این هشدار را مجدداً تکرار می‌کنم که هر اتفاقی که برای مجاهدان لیبرتی و همچنین برای 7 گروگان اشرفی بیفتد، دولت آمریکا و ملل متحد در قبال آن مسئولیت کامل دارند. آنها باید امنیت و سلامت مجاهدان لیبرتی را طبق تعهداتشان تضمین کنند.
دوستان عزیز، اگرچه در این مرحله همچنان که گفتید عدالت پیروز شد، اما کارزار ادامه دارد. کارزار برای رهایی گروگان‌ها، کارزار برای امنیت همه مجاهدان لیبرتی و کارزار برای اعتراض به نقض حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران و به خصوص خواست‌های اعتصاب قضا کنندگان در زندان‌های ایران. بله، اینها موضوع کارزار گسترده جهانی است که باید با قدرت هرچه بیشتر گسترش یابد. پایداری مجاهدان لیبرتی و ایستادگی مجاهدان و اشرف نشان‌ها فراخوانی است به قیام و خیزش در سراسر ایران و این مبارزه است تا پیروزی. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame Rajaoui, chers amis, pour cet accueil que je reçois avec une grande sympathie au nom de mes collaborateurs et tous les juristes qui coopèrent dans cette bataille qui a une dimension internationale et pas seulement locale, bien entendu. Je ne sais pas si le centre se trouve en Irak, mais sa portée est va bien au-delà des frontières de l'Irak. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui être avec vous dans la ville de Rome, car c'est ici qu'au mois d'août de l'année 98 a été signé un traité international encouragé très fortement par la République italienne et qui est aujourd'hui à la source des efforts en droit qui sont en cours pour rendre justice aux victimes des faits d'Ashraf et de Liberty, et également pour prévenir d'autres agissements meurtriers. Car il s'agit du traité, le traité de la création de la Cour pénale internationale. Et ce que je souhaiterais, et avec moi tous les membres de notre équipe juridique, et tous ses collaborateurs dans plusieurs pays, c'est qu'ils prennent garde et qu'ils se rendent compte des conséquences de ce qu'ils font, qu'ils arrêtent cette spirale des crimes, car autrement, d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre, la justice internationale aura l'opportunité, j'en suis sûr, de le rendre responsable de ces crimes, car ce sont les principes établis dans la Convention de Rome qui sont en force aujourd'hui dans le droit international. People who are risking their life, hunger strikers, you are the salt of the earth. Congratulations. You are a fantastic proof of the Iranian resistance. And this is a real honor. Je voudrais dire un mot de ce monsieur Maliki. Je pense que ce fut un bien mauvais calcul de la part de nos amis américains que de prendre cet homme pour diriger l'Irak. Je vous rappelle que sans le consentement de monsieur Maliki, cette attaque honteuse, meurtrière, sur le camp d'Ashraf, qui était placé sous la responsabilité de la communauté internationale, cette attaque n'aurait jamais pu avoir lieu.
Maliki, premier ministre de Bagdad, ou soi-disant premier ministre de Bagdad, tu es responsable de l'attaque sur Ashraf et tu dois en rendre compte. We stand at the beginning of a chapter. The world is faced with a question that it was faced in Munich. Can you deal with Nazis, or do you face the reality of who they are and what they represent? But if we have learned anything in the last 100 years, it is that the best course, the safest course, face reality. Do you want to know the realities of the mullahs? Look at what happened at Ashraf. I'll show you 52 human beings murdered by the government that you sit with and negotiate with. But what do you say to the hundreds being executed, children of his own nation? To my president, there is a difference between a dictatorship in Tehran that abuses and murders its own people and a dictatorship in Tehran that has nuclear weapons. No accords, no nuclear weapons, no religious dictatorship. Change the regime. Madam Rajavi, distinguished guests, and most importantly, those of you at Liberty that I know will get an opportunity, hopefully, to see this. I want to start, and this is going to be a little bit different than the way I normally have the honor of talking with all of you, because a lot's happened since September. And it's been very difficult for me, because unlike people in my own State Department, or many people around the world who saw the murders, it's not a number 52 to me. It's a Hossein Mandani. It's Ms. Giddy. I know them personally. So it's not just a number that takes place. I'd like to start real quick, though, and add to what the Honorable Bernard Coker said. I was listening very close to what he spoke, and he said it's Iraq's responsibility to protect the people of Liberty. I'd like to tell you, because I heard it firsthand 10 years ago, it's an American responsibility to protect the people of Liberty, and we promise to do it. I joined the hunger strike at about the same time, or just a little bit after the others in Australia started hunger striking, and I joined it because the honest truth is I really belong to these people in Australia, and I can't say that I belong to the people in Liberty in quite the same way as they do, and yet I feel a tremendous bond, and obviously I haven't had the exposure to things. I haven't suffered like they've suffered. I haven't had family members killed by the regime like many of them have, and so I don't have that kind of. But taking all of that, I reckon I belong to this as much as I belong to anything, and so I just love the bond that's between us, and that was more than enough
that very thing in itself was more than enough reason for me to do this, and my daughter as well. پیام به لشکر فدایی اعتصابی در لیبرتی در 88 روز
مسعود رجوی، ششم آذر 92. درود و سلام بر قهرمانان رزم بی امان تا پایان. امروز 88 روز اعتصاب غذا را با یاران اشرف نشان در کشورهای مختلف جهان پشت سر گذاشتید. راستی که اشرف در همه جا تکثیر و شعله ور می شود. فرزندان رشید ایران به دنیا نشان می دهند که با دست خالی و بدون سلاح می توان و باید، البته با مایه گذاشتن از جسم و جان و روح و روان. این چنین اسطوره و کهکشان اشرف را با یک درس درخشان دیگر به بیکران و به جاودان رساندید. در این اثنا شعری را که برادران من در حال اعتصاب سروده بودند دریافت کردم. گفته بودید: گرچه در اعتصابیم تحلیل رفت جانها، اما اراده هامان کوبنده طرز طوفان. در این نبرد خونین سستی و ضعف هرگز، جنگین تا به پایان. بر ما هراس جان نیست، آماده فداییم، پیمان سرخ بستیم تا روز وصل یاران.